امروز با مهمانم دکتر احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه مریلند، بحث دیگر پذیری و دیگر ستیزی رو در ادبیات فارسی پی میگیریم و جایگاه آداب و رسوم ایرانی به ویژه آداب سال نو رو در گسترش روحیه مدارا بررسی میکنیم. شاد خواهیم شد اگر همراهی میکنیم. بله جناب دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید. بعد از شنیدن این ترانه های خاطر انگیز در حال سال نو رو تبریک میگم خدمتتون. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتین با وجود مشغله هایی که میدونم و در این روز اول سال نو به استودیو آمدید و در خدمتتون هستم. چه سعادتی از این بهتر که شما از من دعوت بکنید و من از طریق شما بتونم تبریک نوروزی و آرزوی سالی خوش رو با دلی سبز و زبانی سبز و سری سبز برای همه هممیهنان آرزو کنم. بسیار بسیار متشکرم. همطور که میدونین چند وقتی هست که ما یک مجموعه برنامه‌ای را آغاز کردیم درباره مدارا، دیگر پذیری و دیگر ستیزی و با اساتید مختلف همراه بودیم. جناب دکتر ایرج اشراقی درباره دیگر پذیری مذهبی برامون صحبت کردن، آقای دکتر مسعود نقره‌کار و آقای دکتر مجید محمدی از زاویه جامعه شناختی مسئله رو بررسی کردن، جناب دکتر اسماعیل نوری‌علا مسائل بیولوژیک و روانشناسی رو به مسائل جامعه شناسی اضافه کردن و امروز با اجازتون میخوایم که با پیگیری موضوع دیگر پذیری و دیگر ستیزی و مدارا در ادبیات فارسی و در این روز اول سال نو این بحث رو انشاءالله به خوبی و خوشی و شادمانی به پایان ببریم. با کمال میل با این فهرستی که گفتید کار من اندکی دشوار میشه، ولی من هم کوشش میکنم در همین زمینه با شما صحبت. خواهش میکنم از اجازهتون. اول سوالم این هست که در ادبیات فارسی دیگری کیست و ما دیگری رو در ادبیات فارسی چجوری تعریف میکنیم؟ بسیار پرسش مهم و در این حال درازدامنی است، یعنی بحث درازدامنی رو میطلبه. یک کس نیست و یک هویت نیست. ادبیات فارسی واقعا اقیانوسی است و
بسیار وسیع و عمیق و در نتیجه غور کردن درش کار آسان نیست. مضافاً بر این که خاطرمون باشه که این میراث بزرگ مثل بسیاری از موارث معنوی دیگری که بشریت زمان ما به میراث میبره، صداهای متفاوتی درش مندرج هست و این صداها در طول زمان که میبینیم دیگری رو به شکل‌های متفاوتی میبینند. دیگری در شاهنامه، همان دیگری در حافظ، همان دیگری در نیما و معاصران ما نیست. این است که بحثی میطلبه که میتونه از یک سو به ناموس تحول و تکامل و تکوین این مفهوم دیگری به پیونده و از سوی دیگری میتونه ارجی بگذاره بر گذشتگانی که با صداهای مختلف دیگری های متفاوتی رو بر ما پیش کشتن بر تأمل ما و در نهایت میتونه ما رو بر مسندی بنشونه که بتونه از اون مسند خوشه چینی بکنیم برای امروز و آینده خودمون. این است که مثلا فرض کنید اگر به شاهنامه نگاه بکنیم، در شاهنامه البته دیگری تورانیان هستند، دیگر بعدن رومیان میشن، بعدن در اندکی در پایان شاهنامه تازیان میشن، ولی در حقیقت این هر سه دیگر ایرانیان فرع دیگری هستند که فردوسی از خودش میسازه در برابر شاهان و پهلوانان شاهنامه. مثلا فرض کنید فقط یک نمونه براتون بگم، رستم فرخزاد نامه‌ای که می‌نویسه به برادرش در شبی که قرار است روز بعدش، چون هم سردار است و هم منجم است، اخترشناس، می‌دونه که روز بعد کشته خواهد شد، نامه‌ای می‌نویسه و وضعیت خودش رو از دیدگاه نژادی که الگوی هویتی همه شاهان و پهلوانان شاهنامه است کم و بیش بیان می‌کنه و در اونجا سخنی میگه که چو بر تخمه‌ای بگذرد روزگار، دگر رنج و کوشش نیاید به کار. تخمه در اینجا در همون مفهومی است که ما امروز با زبان علمی خودمون مثلا میگیم ژن، یا فرض کنید الگوی نژادی، یعنی اون بذری که از مرد و زنی به کودکی میرسه و در او پرورش پیدا میکنه. فردوسی چند صفحه بعد میگه نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. تفاوت تخم و تخم در چیست؟ تخمه یک چون یک هویت جسمی است، نژادی است، در نهایت با هر ازدواج هر قهرمان، پهلوان یا شاهی اندکی آبکی تر میشه، اندکی رقیق تر میشه تا اینکه به پایان خودش میرسه. این در مورد الگوی ایران باستان صادقه، در مورد فرهنگ آفریکانر در آفریقای جنوبی پیش از وحدت آفریقای جنوبی هم پیش از استقلالش هم مندرج است. ولی فردوسی که دهقان است بر کشتزار ایستاده و بذر سخن داره میپاشه، سخن سیستم بازی رو پیشنهاد میکنه، مثل سیستم نژادی بسته نیست. یعنی الگوی زبانی هویت ایرانی الگوی بازی است. مهم نیست که شما نژادن و قومن ترک هستید یا عرب هستید یا آمریکایی هستید یا انگلیسی هستید یا چینی هستید، در این زبان اشتراک بیابید و شما یکی از ما هستید و دیگر دیگری نیستید. چه جالب. من حالا راجع به زبان میخوام بیشتر در بخش بعدتر صحبت کنیم، ولی فرمودید که دیگری حافظ یا دیگری سعدی با دیگری فردوسی البته. که مثلا تورانیان البته. هستن تفاوت دارن. یه مقداری در مورد اون دیگری ها هم برامون صحبت با کمال میر. با ظهور عرفان که بسیاری از آلات و ادوات شعر فارسی به اندرونه های شعر کشیده میشه، اون دیگری نفس اماره فرده یا اون دیگری دیگر مذهبی است. وقتی که سعدی میگوید ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری، و متاسفانه کلمه دشمن رو به کار میبره، گبر و ترسا دیگر او هستند و اون دیگری هستند که او رو به عنوان مسلمان متمایز و در چشم خودش و به بسا خوانندگانش برتر میکنه از گبر و ترسا. یعنی مقدار دیگری مذهبی در پیش میاد که این در اوج خودش میره در دوران صفویه که تولرانس مدارا هم به کمترین و ازلترین درجه خودش میرسه. در حافظ اتفاقا ذهن بسیار پیچیده تری داره. حافظ دیگری نژادی یا مذهبی یا چیزی نداره، فقط به افراد زمانه خودش. دیگر حافظ مدعی است که میخواد به تباشاگه راز پیدا بکنه، متظاهرانه. دیگر حافظ اون واعظی است که جلوه ها میکنه در محراب و منبر، ولی چون به خلوت میره کار دیگری میکنه. دیگری حافظ اون زهد ریایی است که زاهد ریایی، آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو، اون رو میگه. این است که حافظ از همه بهتر و بیشتر خوشه چینی میکنه، سمبولیک تر به اصطلاح، هم نماد کاملا هم نمادین تر و هم با کاتگوری های کوچکتری کار میکنه. در حقیقت خود زاهد ریایی هم دیگر حافظی است. زهد ریا خصلت دیگری است که میخواد ما پس پشت بگذاریم.